سلام، وقتتون بخیر. مخلصیم، به آشپزخونه من خوش اومدید. امروز قراره در این ویدیو یک رشته پلوی بسیار خوشمزه درست بکنم که مخلفاتش هم خیلی هیجان انگیزه. نکته مهم در این ویدیو اینه که این غذا کاملا گیاهیه. آبجوش اومده اینجا رو ببین. با توجه به اینکه رشته خودش شوره، پس ما نمک نمیزنم. این برنج رو میریزم. برنج که درست شد، رشته رو میریزم. الان که یکم از این ببین حالت برنج رو ببین، فرمتش رو ببین. الان که یکم تست میکنی نرم شده و به پخت 50% رسیده. رشته ها رو وردارید توی این سایز نصفش کنید و بریزید داخل برنج. اینا که خورده هیچی، برن. یکم اینطوری در حد 2 دقیقه روی حرارت باشن و بعد میریم که آبکشش کنیم. فعلا نگاه کن، این آبکشش کردم، ریختمش توی کاسه. منظورم سبد ها، کاسه سبد دیگه اینا. اما قبلش یه چیزی بگم برای تعدیق، یه چیزی الان توی یخچال دیدم. این دیروز برنج درست کردم، برنجیه که از دیشب مونده توی یخچال. با این میخوام یه تعدیق خوب برای زیر رشته پلو درست کنم، به این صورت که الان اینو میریزم توی این ظرف، یکم روغمش میزنم، نمک، یکم دارچین. دارچینم اندازه یه قاشق غذاخوری ریختم، میل خودتونه دیگه. اینم کنجدش، اینم از این. حالا باز هم میزنم، اگر دوست داشتم یکم دیگه بیشترم میریزم. اینم تعدیق یه دست و یه پارچه. این برنجای کهنه معمولا میرن تو یخچال دیگه، کسی دوستشون نداره. اما حالا نگاه کن که من یه کاری میکنم که سرش دعوا بشه این تعدیق. و بعد از این که فشردش کردی رشته پلو رو بریزش. خیلی مهمه که قابلمتون نچسب باشه. حالا این کار نکنید قابلمه بچسب و در نهید بگید فلان فلان، چون باید قابلمه کامل نچسب باشه. اینم باید چنگال میارم که مشخص باشه که چیزی نچسبیده به هم. اینم از اینو. این دیگه میره برای دم روی حرارت، اول با حرارت زیاد بعد کم. مقدار برنج رو میتونستید بیشتر کنید، اما من عاشق این ترکیبم. ببین از همین الان چقدر رشته ها بیشترن، عالی میشه. این رشته پلو رو میتونید با مرغ، با گوشت، با ماهیچ، با هرچی که دوست داشتید درست بکنید. به جای دارچین زعفرون هم خوب میشه واسه اون تعدیق، یعنی زعفرون هم میتونستید بزنید. الان حرارت زیاده، من درشو میبندم. یکم که بی جیلی زیلیز افتاد حرارت کم میکنم، میذارم اینور تا روی این گاز که ویو خوبی داره سوسو درست کنیم. رشته پلو رفت اونور. اینم میاد اینجا، شروع بکنم. پیاز رو باید بذار اینم بردارم از اینجا. پیاز رو میرم به صورت بسیار نازک خلالیش بکنم که به صورت کاراملی باشه. نوع خورد کردن پیازا اینجوری. روغن که هست، یه لیوان آبم مثل همیشه به سبک خودمون بذار بغلت واسه کاراملی کردن پیازا که روغن کمتر مصرف کنی. ماهیتاب هم که مشتی داغ شده، روغن و پیاز. عالیه. اگه تازه به گروه ما ملحق شدید و این که با تکنیک های من خیلی آشنا نیستید، این تکنیک بسیار عالی رو ببینید. ببینید گوشه های پیاز رو ببین، دارن شروع میکنن به سیاه شدن. این داره به ما میگه که خشکه و نیاز به مرطوب کننده داره و ما از روغن استفاده نمی کنیم. آب، ببین یه کوچولو آب میزنم، به هم میزنم، فقط تغییرات رنگ و کاراملی شدن و آزاد شدن شکر داخل پیاز رو ببین. داری میبینی دیگه، خیلی کم کم باید آبو اضافه کنی. این روند تا زمانی پیدا میکنه که به اون پیازی که دلمون میخواد با رنگ قهوه‌ای برسیم. گوش کن، میبینی؟ اون رنگای اون لا رو میبینی؟ داره میگه چی؟ آب میخوام. آب کم، در حد 3-4 قاشق غذاخوری. یکی این ور، دوتا این ور، یکی هم این ور. اینجا رو نگاه کنم.
ببین سری قهوه ایش. بهترین روش کاراملی کردن پیاز. یه بار دیگه نگاه کن. ببین تغییرات رنگو. ببین یکی دیگه از نشونه هاش درست شدن سیاهی های اینجاست. ببین این دور و یه سری حالش حتی دوربین خیلی مشخص نماسه چون سیاهه. این گوشه ها سیاه شده. بریز آب و اینجا و اینا رو آزاد کن. اینا همون شکرهای موجود توی پیاز. ببین چه کاراملی قشنگی شد. از این واسه رو برگر هم خیلی خوب میتونی استفاده کنی. اینم قیسی که شستم، زرشکم شستم، قیسی رو میزنم. به به اینجا رو بگیر. بازم آب. نگاش کن اون که داره کارش انجام میشه. یه سر به این بزنیم. این خیلی کم روغنه، بخار خوبی هم کرده. من 50 گرم کره میذارم روش. یکم که آب شد میام به هم میزنم که این باعث میشه که رشته ها به هم نچسبن. قیسی هم آماده است. یه دونه‌شو میتونی تست بکنی ببینی که چجوریه. عالی. مقدار پختش دوست دارم. دیگه بقیه مواد همین الان ریخته میشن. زرشک، کشمش، تستر. اگه نبودم اشکالی نداره. این خرماها، 7-8 تا خرماها و یه چند تا گردو. اینجوری تمام. نگاه کن چه فستیوال رنگی و قشنگی داره میشه. چند تا گردو هم میریزم. به به. برای پخت بهتر یکم آب. همون اندازه خیلی کم ها. نمک برای متعادل کردن مزه. دو تا قاشق چای خوری. حتی بستگی به غلظت زعفرونتونم داره. من زعفرونم خیلی غلیظ نبود. 4 تا ریختم. اگر دوست داشتید غلیظ تر باش، یعنی غلیظ تر بود کم تر بزنید. این اصلا چی کار کرد زعفرون باهاش؟ نگاش کن. نگاش کن. تموم. رشته پلومون هم دیگه آماده است. به به. اینجا رو ببین. اینجا رو ببین. اینجا رو ببین. خب. همه چیز نرم و آماده. بریم که بکشیم. اینجا رو ببین. اینا کشیدم. اینم یکم گذاشتم داغ‌تر بشه. نگاش کن. هر چقدر که دوست دارید میتونید بیست. ببین قابلمتون اگه نچسب باشه گوش کن صدا رو. میبینی؟ یعنی جدا شده. پس ما فقط نیاز داریم تا این بشقاب بذاریم روش و یک حرکت بریم. اکشن. اینو آخ برگردونم اونجا. حالا فقط میخوام اینجا رو ببینی. اینم از تهدیگه دارچین کنجدی با برنج مونده که الان دیگه دعوای سر اون برنج مونده. امیدوارم که لذتش رو برده باشید. درست بکنید. هر کدوم از این اقلام نگاش کن. هر کدوم از این اقلام وجود نداشت ازش صرف نظر بکنید و خیلی ساده حتی با پیازداغ و زرشک، با پیازداغ و کشمش درست بکنید و برید فضا. حالا اینجا رو ببین. خوبه؟
کنسرته. تان تان نکنید متوجه منظور من نخواهید شد. مطمئنم اگه درست بکنید خوشتون میاد و ازش لذت میبرید. حتی میتونید با گوشت، با سس‌های گوشت و سس‌های مرغ هم درست بکنید. خیلی پکیج جذابیه. امیدوارم که لذت برده باشید. من نوا ابراهیمی هستم و به زودی شما رو دوباره می‌بینم.